ایشون میشه باشون صحبت کنی؟ بله بله. گوشی حضورتون چند لحظه؟ بله. مرسی. بای من زده یه کاغذه نمیخواستم جمعه. الو آلمان دستا بگم؟ بله قربان. سلام علیکم مرزا. حالتون چطوره؟ جناب دکتر عباسی. ارادتمند قربان. بله من بازرگانم. بله. حالتون خوبه؟ الحمدلله. سلامتین؟ ما عکس شما رو اخیرا دیدیم در این روزنامه که در واشنگتن در میاد که نقل کرده بود گویا از مجله ایران فردا بخشی از مصاحبه شما رو دیدم. خیلی جوان موندین همچنان ماشاءالله. اینجا برعکس همه میگن چقدر شکسته شدی، چقدر پیر شدی. حالا بدون تعارف این عکس آره عکسی بود که جدید بود ولی شکستگی شما رو درش نشون میداد. من به تنز عرض کردم عکسی از اون من تو کیان اون عکس تازه بود دیگه. ملزم فهمید چون به هر حال تنها عنصریه که شجاعانه مون طفلی علی رغم اینکه ما اون سالها یک نقطه نظرهای مختلفی داشتیم بر نسبت به خط برزی از حرکت‌های شما یا حرکت‌های قطب‌زاده یا دیگران ولی امروز به این نتیجه می‌رسیم که به هر حال بایستی همه همراه و همبسته باشیم و بتونیم از هر فرصتی استفاده کنیم برای اینکه آزادی به میهن برگرده. بحث روز روز ما باید افکار دیروز رو نوتر کنیم های مهندس دیگه. اسکو و کوایه تو جور این اسلام اجازه بدید. اسکو و کوایه تو جور این اسلام پولیتیک و اسلام ان پوار دو پوار کی وی پرند لو پوار پس کی سفل دو یعنی اگر آریست پاسخ شما باید شما اسلام خودتون رو تشریح کنیم بعد دیگه کلی بود پروپوزیسیون دی اسلام پولیتیک دی اسلام پولیتیک کلی بود پوزیسیون سور دی اسلام پولیتیک دی اسلام پولیتیک سی و ووله اگر مایلید این اسلام سوم رو هم به فرانسه بگیم یعنی تقسیم بندی اسلام ارتودکس، اسلام کاتولیک و اسلام پروتستان که ما اسلام پروتستان میگیم این اسلام اعتراضی که مخالفه اسلام کاتولیک همون اسلامی که فقاهتی حاکمه و اسلام ارتودکس اسلام مراجع تقلید که در صندوقخانه های حوزه های علمی است سنتی. اینم خیلی من خودم مایلم که بیشتر در این زمینه البته اگه بتونید در این زمینه مرقوم هم بفرمایید من خیلی خوشحال میشم که بتونید منتشرش کنیم اینو. اصلاً برای اطلاعاتتون من بگم که اولا یه سخنرانیم هم که متن اون سخنرانی این بود آخرت و خدا یگانه برنامه بعثت انبیا. این طور سعی میکنم انشاءالله همین سخنرانی چیز رو بله آخرت و خدا یگانه تنها برنامه بعثت انبیا اینو بفرستم. این از این بابت که یه مقدار ارتباط داره با همین سوالات که شما کردید که در اونجا در اون بحث من آدم اصلا خداوند پیغمبران نفرستاده برای اینکه به ما نه حکومت یاد بدن نه اقتصاد یاد بدن نه آشپزی یاد بدن نه خونه سازی یاد بدن نه علم به ما یاد بدن. من آدم اصلا خداوند پیغمبران نفرستاده برای اینکه به ما نه حکومت یاد بدن نه اقتصاد یاد بدن نه آشپزی یاد بدن نه خونه سازی یاد بدن نه علم به ما یاد بدن. سفارش کردن که باید علم پیدا کنید باید صاحب داشته باشی برای این نیست و اگر دادن ولی البته گفتن باید عدالت باشه فلان باشه فلان باشه اما نمیدن یه ایدئولوژی حکومتی یه برنامه یه به اصطلاح آیین‌نامه حکومتی برای ما تدوین کرده باشن که ما طبق اون عمل بکنیم و اصلا مسئله دیانت و حکومت یا نبوت و سلطنت دو مقوله جدای از همه اون که به هم مرتبطه ارتباط داره و به هر دو هم نظر داره ادیان نظر دارن ولی دو چیز مختلفه. خیلی از این مسئله اون تو آمده جالبه یعنی دین از سیاست جدا است و اصلا دین برای هیچی اومده دیگه اینطور که شما اینا رو دارین میفرمایین.